بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را شکرگزار هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستای عزیز، به سلسله درس های عقیده و توحید که در باب سوم تاریخچه شرک و بت پرستی بودیم و به سلسله درس های شماروار، درس امروزی ما درس 39 است و عنوان درس ما ای است که پرستش قبرها. پرستش قبرها که یکی از عادات شرکامیز امروزی مسلمانان است و یک تعداد زیادی از مسلمان ها به این مرض آگاهانه و ناآگاهانه مبتلا هستند. این موضوع از لحاظ شرعی قابل ازیره داره که امروز در این موضوع ما شما بحث بکنیم و شاید هم که درس ما به یک جلسه یا دو جلسه تمام نشه تا ای که ما به یک نتیجه مطلوب برسیم. دوستای عزیز، بارگاه ها یا اماره هایی که بالای قبرها جور میشه، گنبد هایی که بالای قبرها جور میشه و یا هم مساجدی که در قبرستان ها جور میشه، این موضوع را از لحاظ شرعی امروز انشاءالله سرش بحث خواد کردیم و در نتیجه ای که ما وقتی که امی موارد را بحث میکنیم و تحقیق میکنیم، میبینیم که پرستش قبرها یکی از عادات دیرینی قدیمی و پیشینی خیلی دیرینه داره، در بین ادیان وجود داشته. از او جمله آیت قرآن کریم است که الله سبحانه و تعالی میفرماید در حیثیق در موضوع قصه اصحاب کهف: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قسمی که به شما بهتر معلوم است، وقتی که اصحاب کهف از دست پادشاه ظالم اینا فرار کردند و در یک مغاره کوه پناه بردند، بعد از 300 سال الله سبحانه و تعالی اینا را از خواب بیدار کرد. وقتی که اینا از خواب بیدار شدن، یکی از اینها امو سکه یا پولی که پیشش بود، او پول گرفته به بازار رفت تا سودای بخره یا نان بخره. وقتی که میره، این پول به مردم یا به دکانداران ناآشنا است، یک دکاندار به دکاندار دیگه و دیگه دکاندار به کسی دیگه. بالاخره تمام بازار جمع میشن به یکی سکه مال کجا است. و این آدم که از جمله اصحاب کهف است، ای اصرار به ای داره که من دیروز با می پول ما غذا خریدیم. بالاخره این خبر به پادشاه میرسه که گویا این شخص کدام خزانه را پیدا کرده. چون 300 سال از این قضیه تیر شده می باشه و در اونجا در این وقتی که اینا از خواب بیدار شدن، حکومت های بسیار دگرگون شده و تغییراتی که آمده. فعلا نظام اسلامی است و یک حاکم مسلمان پادشاهی از این منطقه است. او خبر میشه و این شخص پیش خود میخواه. وقتی که پرسان میکنه، بازی برش می حکایت میگه، پادشاه مسلمان ها یا حاکم امی منطقه به این موضوع قناعت میکنه و ایره گرفته میایه به امی غاره که اصحاب کهف در اونجا داخل هستن. یک اختلافی که در اینجا هستی که آیا امی پادشاه با این آدم، با امی اصحاب کهف که در داخل غار بودن، آیا ملاقات کرده و یا نکرده، این محل اختلاف تاریخی است و به عقیده و به درس های عقیده ما که ما به پروسه، یعنی درس ها را تقدیم میکنیم،
کدام تأثیر منفی و مثبت نداشت. از این خاطر موضوع اختلاف ها را ما بحث نمی کنیم، بحث های اختلافی است که به عقیده ما کدام ربط نداره. خب بالاخره امی که پادشاه اول داخل میشه و یا هم امی شخصی که جز اصحاب کهف است وقتی که داخل غار داخل میشه، همه اینا فوت میکنن. وقتی که فوت میکنن اینا امی کسایی که در اینجا آمده بود مسلمان ها و پادشاه مسلمان ها، در اینجا اختلاف به میان میآید. اختلاف به میان میآید، اینا به دو گروه تقسیم میشن که قرآن کریم میگه که یک تعداد از اینا گفتن که در اینجا یک بنا جور میکنیم، یعنی دانه امی سراخ بسته میکنیم. گروه دومش گفتن که نه، ما در اینجا مسجد میسازیم. دلیل کسایی که گفتن که در اینجا ما یک دیوار میسازیم، اینجا هم یک اختلاف است که آیا امی نظر مسلمان ها داده بود یا در بین امی حاکمی که وقتی میایه و امی چند نفر مسلمان ها یا چند نفر یک گروه که اینجا میاین، یک تعداد از یا میگن مسلمان نمی باشن. خب نظر اگر میگه اینا کافر بوده باشن، خود دلالت به این میکنم یک تعداد که نظر دادن که اینجا دیوار شوک، به خاطر اینمی تاریخچه از ذهن مردم گم شوه، میخواستن که اینجا دیوار بکنن. و قرآن کریم میگه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. گروه دیگه که غلبه داشتن و این دلالت به این میکنه که می حاکم و طرفداران حاکم بودن، اینا نظر دادن که بر محل دفن از اینا چی بکنیم؟ یک مسجد بسازیم. مسجد ساختن سر قبرها که از یعنی از دوره های قبل در اسلام سر چیز بوده، سر قبرها یعنی در قبرستان مسجد ساختن یا سر محل دفن بعضی از اشخاص نیک مسجد ساختن، یک عادات دیرینه بوده که پیشینه تاریخی در قبل از اسلام داشته. ولی در ارتباط اینمی عمل اسلام مبارزه کرده و اینمی عمل چون نتیجه درست نداشته ایره مردود دانسته و ایره از بین برده. بناهن ساختن مساجد و بارگاه و بارگاه ها در بر سر قبرهای صالحین، مثل مجسمه که ما قبلا در درس های قبلی خواندیم که برای یاد بودی از قوم نوح علیه السلام که قبل از نوح علیه السلام بود، در ابتدا ساختن اینمی مجسمه ها بنابر احترام و تکریم بود. ولی احترام و تکریمی که ای آهسته آهسته با گذشت زمان ای تبدیل به تعظیم و بالاخره به عبادت تبدیل شد. از این خاطر الله سبحانه و تعالی با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و شریعت اسلامی این عمل را مردود شمرد و نتایجش هم ما شما دیدیم که احترام و تکریم بر مرده ها خلاف شریعت سرانجامی داره که حتی انسان از دین میکشه. از این خاطر از وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکه میآید و مکه را فتح میکنه بعد از هجرت مدینه منوره، بعد از مبارزاتی که صورت میگیره، مکه معظمه فتح میشه. مکه معظمه که فتح میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم 300 چند بوده که داخل خانه کعبه بود، ایره هم از بین میبره و معابد یا امی گنبزها یا امی اماره ها یا ساختمان هایی که بالای قبرها جور شده، اینا را هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه امر میکنه و اینا را تمامشه از بین میبره. اول دلیل خو امی است به ما که اولین دلیل امی که عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مبنای تخریب همچو بارگاه ها بوده و همی ساختمان ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم ویران کرده. یعنی خود عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به این میکنه که این عمل خلاف شریعت است. دوم الحیاج الاسدی که یک حدیث روایت میکنه میگه قال لی علی بن ابی طالب على بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. دی حدیث یعنی چون امر شده
و امر دلالت به وجوب میکنه. وقتی که دلالت به وجوب در عمل میکنه، در اینجا چون عمل یعنی امتناع از عمل است، دلالت به حرمان یا حرام بودن میکنه. امی ابی الحیاج الاسدی را علی رضی الله عنه میگه، میگه آیا تو را به یک عمل وا نگذارم یا تو را به یک عمل مامور نسازم که مرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به موت عمل مامور ساخته بود؟ یعنی من به موت یک عمل تو را مامور می سازم، یعنی یک وظیفه به تو می سپارم که امو وظیفه را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من داده بود. بناهن یعنی وقتی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم امو عمل را که علی رضی الله عنه انجام داده بود، امو عمل به الاسدی علی رضی الله عنه امر میکنه. علی رضی الله عنه میگه که میگه و این که هیچ تمثال یعنی بت را، مجسمه یا پیکر هر چیزی که باشه، میگه مجسمه را ترک نکنم مگر اینکه آن را محو بسازم. یعنی هر جایی که بت است و پیکر است یا کدام مجسمه است، این را باید تو از بین ببری. دیگه کار دومش چی است؟ ولا قبرا مشرفا الا سویته. مگر دوم عمل چی است؟ که هر قبری که بلند باشه او قبر هم چی بکنیم؟ نابود بسازیم. میبینیم در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قبرهای بزرگ که سر از او گنبد ساخته شده، سر از او ساختمان ساخته شده یا او تزئینی جور شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم در ردیف مجسمه قرار داده. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایره در ردیف مجسمه قرار داده، به این معناست که اردوی ازی یعنی یک عمل را انجام میدن، یعنی بر روی یک هدف ساخته شده. چون کسایی که بت هم ساختن یا مجسمه را ساختن، او مجسمه یک مجسمه خیالی نبوده، او مجسمه یک تاریخ گذشته داشته که اصلا اون مجسمه که ساخته شده به نام یک شخص ساخته شده که قبلا یک مرد صالح بوده و اینمی عمل کرد مجسمه سازی که انسان مبتلا به شرک می سازه و ما را از دین خارج می سازه. به اینمی شکل رسول قبرهایی که تزئین میشه، قبرهایی که سرش عماره جور میشه، سرش مسجد جور میشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دویش در یک ردیف قرار داده. از این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله عنه امر میکنه که هر قبری که از یک بلست بلند بود او را چی بکنین؟ منهدم بسازین، از بین ببرین. یعنی خود قبر نه، بالای سر قبر هر چیزی که است ای از بین برده شوه. دیگه هر جایی که مجسمه است اینا هم از بین برده شوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان در این باره دیگه احادیث هم آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم از ساختن مساجد، از ساختن بارگاه ها سر قبرها منع کرده، خصوصا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک به رحلت بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی روزای آخر زندگیش بود یا ساعتهای آخر زندگیش بود. این حدیث خیلی یعنی تکرار میکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگفت لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که لعنت الله بر سر یهود و نصارا، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، که اینا گرفتن قبرهای پیامبران خود چی ساختن؟ مسجد ساختن. یعنی در اونجا سجده میکردن، در اونجا رکوع میکردن، چون مسجد جای عبادت است و عبادت ما مختص به این نمیدانیم که یک کسی در اونجا نماز بخونه، یا مختص به این بداریم کسی اونجا رکوع بکنه یا تلاوت بکنه. یعنی تمام عبادات، یک کسی اگر اذکار میگه، تسبیحات میگه، مثلا نمازهای نفلی میخونه، در مسجد تعلیم و تعلم میکنه، تمام از یا عبادت است و اینمی اعمال کلش در کجا منع است؟ در قبرستان منع است. و ما انشاءالله بعدا حدیث دیگه میخوانیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم از دو چیز در قبرستان ما را منع کرده، یکی نماز خواندن، دوم تلاوت قرآن کریم، که انشاءالله موضوع تلاوت قرآن کریم و نماز خواندن درس یکی دو درس بعدی به شکل مفصل انشاءالله بر شما تشریح خود کردیم.
یحذر ما صنعو. راوی میگه که از این حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، میگه یحذر ما صنعو، میگه ما را بر حذر میداش از همچو عمل که ما هم همه تو یک کار نکنیم. و این حدیث وقتی که شما در صحیح البخاری، صحیح مسلم، در دیگه کتاب های حدیث مراجعه بکنین، یعنی در آخر زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث زیاد تکرار شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکل تکرار و یعنی روز چند مرتبه این موضوع را میگفت که لعنت الله بر سر یهود و نصارا شوه که اونا قبرهای پیامبرای خود چی ساختن؟ مسجد ساختن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا به کلمه لعنت الله چیز کرده که لعنت الله باشه. لعنت الله، اول خود کلمه لعنت به معنای اللعن و الطرد و من رحمت الله، لعنت به معنای رانده شدن از رحمت است. دوم، علمای عقیده میگن در اعمالی که منع شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم چند کلمات مشهور است که مثلا از او جمله یکیش لعنت است، یا مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شوایل خطاب کرده باشه، او از جمله محرمات محاسبه میشه و او منع می باشه در اسلام، او حرام می باشه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینمی ساختن قبرها را همچی ساخته به شکل مسجد، این را لعنت گفته. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین مرحله زندگیش که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت میکرد و از دنیا رخت سفر بسته کرده بود، عایشه رضی الله عنها میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی تب شدید داشت و یک چادر سیاه را سرش انداخته بودیم، باز یک ظرف آب مانده بودیم، باز پیامبر صلی الله علیه و سلم آب میگرفت در وجود خود میزد که کم ذره تبش کم شوه. باز رسول الله هم چادر در روی خود منداخت، چادر منداخت، چند لحظه صبر میکرد، با چند لحظه بعد یعنی کم طاقت میشد رسول الله هم باز چادر دور منداخت، دور منداخت. باز در همین وقتی که دور منداخت میگفت که اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخرین رمق حیاتش این دعا را میخوان که اللهم لا تجعل قبری وثنا، الهی پروردگارا قبر مرا بت مگردان. باز در آخر حدیث میگه که غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، غضب الله از بالای کسانی که گرفتن، یعنی قومی که اتخذوا گرفتن قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیامبرهای خدا مسجد ساختن، یعنی در پیش قبر رفتن عبادت کردن و بارگاه ها ساختن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرین دمق حیاتش این دعا را زیاد تکرار میکرد. در حدیث دیگه میگه که ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت که لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فان صلاتکم تبلغونی حیث ما کنتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا بیوت، یعنی شما نگردانین خانه هایتان را قبر، یعنی شما خانه هایتان قبرستان نگردن، ولا تجعلوا قبری عیدا، و محل دفن مرا یا قبر مرا شما عیدگاه نسازین. وصلوا علی فان صلاتکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما بر من درود بفرستین، تبلغ عنی حیث ما کنتم، شما هر جایی که باشین اگر درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستین، او درودتان به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه. از این حدیث چند درس ما میگیریم برادرای عزیز، و با درس های عظمی حدیث درس امروزی خود خاتمه میتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا تجعلوا بیوتکم قبورا، شما خانه هایتان را چی نسازین؟ قبرستان نسازین، چون در قبرستان دو چیز نمیشه، مثل که پیشترم براتون گفتم و الحمدلله حدیث در درس امروزی ما آمد و من متوجه از این حدیث نبودم، من فکر کردم که شاید یکی دو درس بعدی بیایه، ولی خوشبختانه که به ارتباط درس موضوع درس امروزی ما این حدیث هم جز درس امروزی ما شامل شد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا تجعلوا بیوتکم قبورا، شما خانه هایتان قبرستان نسازین، یعنی در خانه هایتان نماز بخوانین و در خانه هایتان تلاوت قرآن بکنین، چون این دو عمل در قبرستان جواز نداره، نه تلاوت قرآن کریم جواز داره و نه هم نماز خواندن در قبرستان جواز داره. خب سوال اینجا پیدا میشه که خی ما میبینیم که در قبرستان وقتی که یک کس دفن میشه در روز اول دفنش نو که خاک بالایش میندازن پیش از اینکه یک عالم بخیزه تقریر بکنه یا به مردم نصیحت بکنه، دو نفر از قاری صاحبا یکی پیش پای میت یکی بالای سر میت استاده میشه و سوره فاتحه و آخر سوره بقره را تلاوت میکنه. این موضوع برادرا کوتاه همه قدر میگم که قول بسیار ضعیف است و یعنی مذاهب ثلاثه چون این عمل مردود دانسته، ولی صرف در مذهب احناف از باب استحباب جواز داده که انشاءالله در موضوع تلاوت قرآن کریم در قبرستان که یک درس اختصاصی می باشه باز این موضوع انشاءالله با تمام احادیثش تمام اختلافاتش بیان خواد کردیم. دوم درسی که از این حدیث میگیریم پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه ولا تجعلوا قبری عیدن، شما قبر مرا عیدگاه نسازین. در عیدگاه مردم چی میگنن؟ در عیدگاه مردم لباسای نو میپوشن، در عیدگاه مردم میرن به میله، در عیدگاه مردم به چکر میرن، اونجا تخم مثلا تخم جنگی میکنن، بالاخره هر اشیا اونجا چیزای خوردنی میگه پا فروخته میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم همچون موارده که در عیدگاه میشه در قبرستان منع کرده و خصوصا پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که الهی قبر مرا عیدگاه نسازی. ولی متاسفانه میبینیم مسلمان های امروزی با اعمالی که خلاف اسلام خلاف شریعت است ایره در قبرستان ها انجام میتن و شما میبینین که در اولین روز عید اینا به قبرستان میرن، در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم منع کرده که شما قبرستان عیدگاه نسازین، یعنی در جاهایی که شما در عید میرین در قبرستان نرین. دیگه ای که مردم در عید تفریح میکنن و تفریح که است طبیعتا عاری از این است که انسان تفکر و تدبر داشته باشه و یا زیاد مثلا امو از کار و دعاها را بکنه، چون تفریح است از این خاطر به یاد آخرت اوقدر نمی باشه و به یاد آخرت نمی افته. بنان این موضوعات که باعث میشه یک سلسله یعنی گناه ها هم بروز میکنه، یک سلسله گناه هایی که بروز میکنه چون مردم به سیل و ساتری و به چکر رفتن. از این خاطر چون قبرستان جاییست که ما اونجا به خاطر عبرت میریم و به این خاطر میریم که مثلا وقتی که ما سر قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم میریم میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم با این قدر شخصیت عظیمی که الله برش نصیب کرده بود، الله سبحانه و تعالی ایره امام الانبیا ساخته بود، خاتم الرسل ساخته بود و الله سبحانه و تعالی عزت را که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بود به هیچ پیامبر نداده بود، ولی باز هم میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاخره از دنیا رحلت کرد. به می شکل اگر ما سر قبرهای پادشاه ها بریم، سر کسایی که حکومت ها داشتن قصرها داشتن، ولی میبینیم که امروز اونا زیر خاک هستن، این درس به ما میده که ما هم یک روز رفتنی هستیم هر قدر که امیدوار به این دنیا باشیم. دیگه درس سیومی که از این میگیریم که اگر ما محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که الحمدلله داریم، یعنی کس اگر کسی میخواید به خاطر محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بره و یا اگر به خاطر محبت کسی که از علما است یا مثلا اشخاصی هستند که صالح هستند با اونا محبت دارن به رسول الله صلی الله علیه وسلم درود بفرستن و بهترین محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم درود است و عمل به سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم است و در حیث اشخاص صالح ما میتونیم دعای خیر بکنیم، چون هدف دوم رفتن به قبرستان
دعا کردن به اهل میت است، نه ای که از او ما چیز بخواهیم. دوستای عزیز، از اینکه وقت ما خیلی ضیق است، ادامه درس دوام داده نمیتونیم. انشاءالله تا درس بعدی شما را به الله یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.